شرکت نوو پینیونه از سال 1960 طراحی و ساخت انواع کمپرسورهای گریز از مرکز را آغاز نمود و توانست در طراحی این نوع کمپرسورها خود را پیشتاز نموده و در سطح بین المللی مطرح گردد. به منظور آشنایی بهتر با انواع مختلف کمپرسورهای گریز از مرکز، در این بخش به اختصار طرز کار این نوع کمپرسورها ارائه می گردد. فشار سیال عبوری از یک کمپرسور گریز از مرکز توسط انرژی حاصل از چرخش پره‌های نصب شده روی محور کمپرسور افزایش می‌یابد. این نوع کمپرسور از یک پوسته تشکیل شده که درون آن دیافراگم‌ها و روتور قرار دارند. گاز از طریق نازل ورودی مکیده شده و پس از عبور از میان ایمپلرها و دیافراگم به طرف نازل‌های خروجی در قسمت انتهایی محور کمپرسور هدایت می‌شود. قسمت‌های اصلی یک کمپرسور گریز از مرکز شامل دو بخش ثابت و متحرک می باشد. بخش ثابت کمپرسور شامل قسمت‌های بدنه اصلی کمپرسور، نازل‌های ورودی و خروجی گاز، دریچه‌های ورودی و خروجی، مجموعه تجهیزات میانی دیافراگم‌ها، سیستم‌های نشت‌بندی دو طرف ابتدا و انتهای محور و یاتاقان‌های ژورنال و تراست می باشد. بخش متحرک کمپرسور شامل قسمت‌های ایمپلرها، محور، بالانس درام، اسپیسرها، سیل اسلیو، حلقه تراست و رینگ‌های قفل کننده می‌باشد. جریان گاز از میان نازل‌های ورودی عبور کرده و وارد دریچه ورودی یا اینلت ولوت می‌شود. اینلت ولوت عمل توزیع یک نواخت جریان گاز و هدایت آن به سمت چشم ایمپلر را بر عهده دارد. در داخل اینلت ولوت یک زائده به نام فین نصب گردیده که آشفتگی جریان گاز را کاهش داده و از چرخش گاز درون ولوت جلوگیری می‌کند. گاز پس از عبور از اینلت فلوت به سمت چشم ایمپلر هدایت می شود و سپس دما، فشار و سرعت آن افزایش یافته و از قسمت تیپ یا انتهای شعاعی پروانه خارج می گردد. ایمپلر شامل تیغه هایی است که انرژی مکانیکی محور کمپرسور را به گاز منتقل می کند. انرژی گاز به سه عامل دما، فشار و سرعت بستگی دارد. پس از خروج گاز از ایمپلر، سرعت آن افزایش یافته و به قسمت‌های ثابت کمپرسور که دیفیوزر نام دارد، جریان می‌یابد. قسمتی از سرعت گاز در دیفیوزر کاهش می‌یابد. در انتهای دیفیوزر یک کانال برگشتی وجود دارد که گاز را به چشم ایمپلر بعدی هدایت می‌کند. گاز پس از خروج از آخرین دیفیوزر به دیسشارژ ولوت و سپس به نازل خروجی هدایت می شود. دیسشارژ ولوت نیز مانند اینلت ولوت دارای زائده‌ای به نام فین می باشد. این زائده آشفتگی جریان گاز را کاهش داده و از چرخش گاز درون ولوت جلوگیری می کند. افزایش انرژی گاز با توجه به سه ویژگی فشار، دما و سرعت تعریف می شود. این سه ویژگی تعیین کننده کمیتی به نام انتالپی هستند. انتالپی کمیتی است که فقط به وضعیت جریان گاز و مقدار انرژی داخلی گاز بستگی دارد. با توجه به فرمول، انتالپی عبارت است از حاصل جمع دو مؤلفه انرژی درونی U و حاصل ضرب فشار و حجم گاز. حاصل ضرب فشار و حجم مقدار انرژی است که به وسیله سرعت گاز ایجاد می شود. ترمودینامیک علمی است که مفهوم تبدیل انرژی از یک صورت به صورت دیگر را شرح می‌دهد و مطالعه می‌کند که این انرژی چگونه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌شود. سوار کردن قسمت‌های مختلف روتور از نصب اسلیو‌ها در ناحیه‌ای از محور که با سیل‌های روغنی تماس پیدا می‌کند آغاز می‌شود. سپس لاکینگ رینگ در ناحیه‌ای که بالانس درام قرار می‌گیرد نصب می‌شود. پس از آن بالانس درام روی محور قرار گرفته و با استفاده از دبل کی به آن جفت می شود و نهایتاً ایمپلر دیسشارژ نصب شده و مجدداً با استفاده از دبل کی در کنار بالانس درام روی محور جفت می شود. حال این مجموعه به صورت دینامیکی بالانس می شود. پس از آن که روتور از نظر دینامیکی بالانس شد، یک اسپیسر نصب می شود و ایمپلر بعدی روی آن اضافه می گردد. مجدداً روتور از نظر دینامیکی بالانس می شود. مراحل بالانس نمودن روتور، نصب اسپیسرها و اضافه کردن ایمپلر بر اساس نیاز شرکت خریدار تکرار می‌گردد. در نهایت حلقه نگهدارنده تراست نیز تحت فشار هیدرولیکی در محل خود در انتهای محور جای می‌گیرد. در این مرحله دیافراگم‌ها بر روی بدنه اصلی نصب می‌گردند. بدنه اصلی و دیافراگم‌ها به صورت افقی به دو نیمه تقسیم شدند.
روی هر نیمه از بدنه نیمی از دیافراگم ها سوار می شوند. هر قسمت از دیافراگم روی شیار مربوطه قرار می گیرد. دیافراگم هایی که در نیمه بالای قرار می گیرند به وسیله پیچ های مخصوص در جای خود سفت می شود. تا هنگامی که نیمه بالای بدنه روی نیمه پایینی آن قرار می گیرد، این دیافراگم ها از محل خود جدا نشوند. پس از اینکه دو نیمه دیافراگم ها روی دو نیمه بدنه در جای خود قرار گرفتند، لابیرنت سیل ها در ورودی دیافراگم ها نصب می شوند. حلقه های لابیرنت سیل در قسمت چشم ایمپلر و پشت ایمپلر روی شیار هر یک از دیافراگم ها قرار می گیرند. لابیرنت سیل هایی که روی نیمه بالای بدن قرار می گیرند به وسیله پیچ های مخصوص در جای خود سفت می شوند. تا هنگامی که نیمه بالای بدنه روی نیمه پایینی آن قرار می‌گیرد، لابیرنت ها از جای خود جدا نشوند. حال مجموعه روتور که قبلا در مورد آن توضیح داده شد در نیمه پایینی و روی لابیرنت سیل های آن قرار می‌گیرد. سپس وضعیت قرارگیری محور روتور تنظیم گردیده و تثبیت می‌شود. پس از آن نیمه بالای بدنه روی نیمه پایینی که روتور درون آن جای گرفته است قرار می‌گیرد. قبل از نزدیک کردن دو نیمه بدنه به یکدیگر، حلقه های اورینگ آغشته به گریس در شیارهای میانی دیافراگم ها در نیمه پایینی بدنه جای می گیرند تا نشتی بین مراحل کمپرسور را به حداقل برسانند. بایستی از جفت شدن کامل دو نیمه بالایی و پایینی بدنه اطمینان کامل حاصل نمود تا از صدمه دیدن جدی روتور و دیافراگم ها جلوگیری شود.